درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. کنفرانس سالانه نوبل صلح با عنوان زن زندگی آزادی امروز پنجشنبه در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. داستان گیلان غرب در استان کرمانشاه از مرگ یک مظنون به قتل حین انتقال به پلیس آگاهی خبر داد. یاسمین رحمتی موسیقیدان شناخته شده و استاد سنتور دانشگاه تهران با شلیک گلوله به ناحیه سرش در شهر رشت به قتل رسید. مدال طلای دونده ایرانی که با پرچم ترکیه در پارالمپیک پاریس مسابقه داده بود پس گرفته شد. ماموران نیروی انتظامی در استان البرز به گردن یک شهروند به نام صادق زارعی شلیک کردند و او را به قتل رساندند. تیراندازی در دبیرستان آپالاچی در ایالت جورجیا آمریکا دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. آمریکا به زودی پیشنهاد تازه‌ای برای آتش بس در غزه ارائه می‌کند. و یک مرد 18 ساله اتریشی در نزدیکی کنسولگری اسرائیل در مونیخ در تیراندازی پلیس کشته شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 5 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 15 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. کنفرانس سالانه نوبل صلح با عنوان زن زندگی آزادی روز پنجشنبه 15 شهریور ماه در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین برای این کنفرانس جنبش مهسا را جهشی در مبارزه مردم ایران برای دموکراسی و آزادی توصیف کرده و بر تداوم مبارزه خود برای احقاق حقوق مردم ایران تاکید کرد. محمدی گفت که در این مبارزه سخت موفق بوده ایم قدرت زنان را افزایش بدهیم و همچنین به روند صدور حکم اعدام برای زنان اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی زنان را در معرض اعدام قرار داده اما آنها از اعدام نمی ترسند. علی رحمانی پسر نرگس محمدی در این مراسم گفت که بنیاد نرگس محمدی در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان، محیط زیست و جوامع LGBTQ به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد. رحمانی همچنین با اشاره به حضور فعالان حقوق بشر از کشورهای مختلف در این کنفرانس گفت امیدوارم در مبارزه خود پیروز شویم چون دموکراسی و حقوق بشر برای همه است. معاون وزیر خارجه نروژ در کنفرانس زن زندگی آزادی در بنیاد نوبل اعلام کرد که کشورش عمیقا نگران وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه درباره زنان و فعالان حقوق بشر است. بیفزود که فعالان حقوق بشر مانند نرگس محمدی نقش مهمی در پاسخگو کردن حکومت ها دارند. هدف از برگزاری این کنفرانس بحث درباره عقب نشینی حقوق زنان و پیامدهای آن برای صلح و همچنین ارائه راه حل هایی است که می تواند به توانمندسازی زنان و تقویت برابری جنسیتی در سراسر جهان کمک کند. دادستان گیلان غرب در استان کرمانشاه از مرگ یک مظنون به قتل حین انتقال به پلیس آگاهی خبر داد. وی در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه صادر شد اعلام کرد که متهم امروز حین انتقال برای بازجویی پلیس آگاهی بدحال شد و با وجود سرعت عمل ماموران و کمک عوامل اورژانس بیمارستانی فوت کرد. بر اساس این اطلاعیه متوفا مظنون اصلی قتل عمد یکی از شهروندان بود که روز چهارشنبه با تصمیم مرجع قضایی و با صدور قرار تامین کیفری در اختیار پلیس قرار گرفت. آنطور که در بیانیه دادستان عمومی و انقلاب گیلان غرب آمده، بررسی اولیه از محل نگهداری متوفا و تنپیمایی جسد نشان می‌دهد که هیچ علامتی از ضربه به بدن وجود ندارد. او با این حال اضافه کرده که پزشکی قانونی برای تعیین علت تامه فوت وارد عمل شده و از رسانه‌ها خواست تا تکمیل تحقیقات از هر گونه گمان زنی پرهیز کنند. به نام و سن فرد جان باخته و محل بازداشت او در این اطلاعیه اشاره‌ای نشده و خبرگزاری ایرنا تنها نوشته که او همراه با 2 دیگر به عنوان مظنونان قتل عمد با انگیزه شخصی بازداشت شده بودند. یاسمین رحمتی
موسیقیدان شناخته شده و استاد سنتور دانشگاه تهران با شلیک گلوله به ناحیه سرش در شهر رشت به قتل رسید. به گزارش رسانه‌های ایران، در جریان این قتل که بامداد چهارشنبه 14 شهریور ماه در منطقه پیربازار رشت رخ داد، یک مرد دیگر هم کشته شد. یاسمین رحمتی آهنگساز چند آلبوم موسیقی است و یک قطعه موسیقی خود را به کیان پیرپلک، کودک کشته شده در خیزش انقلابی سال 1401 تقدیم کرده بود. سایت خبری رکنا در مورد قتل رحمتی نوشت: او برای ادامه تحصیل در خانه‌ای در منطقه پیربازار رشت زندگی می‌کرده و چند ماه پیش با مرد مقتول آشنا شده و گویا قصد ازدواج داشتند. بر اساس این گزارش، مرد مقتول اهل شهر قم است. انگیزه اصلی این قتل هنوز اعلام نشده و مشخص نیست که آیا در چارچوب قتل‌های موسوم به قتل‌های ناموسی قرار می‌گیرد یا خیر. گروه مشاوران حقوقی دادبان روز پنجشنبه اعلام کرد که ماموران نیروی انتظامی در استان البرز به گردن یک شهروند به نام صادق زارعی از فاصله بسیار نزدیک شلیک کردند و او را به قتل رساندند. بنا به این گزارش، شلیک به صادق زارعی در تاریخ 5 مرداد رخ داده و این شهروند 32 ساله 10 روز بعد در بیمارستان جان باخته است. علت مرگ او در گواهی بود اصابت گلوله در نتیجه عملکرد وسایل جنگی در خارج از جنگ عنوان شده است. بر اساس این گزارش، این تیراندازی در نظرآباد استان البرز رخ داده و رئیس پلیس اداره امنیت شهرستان چهارباغ عامل شلیک به صادق زارعی بوده است. مطابق یافته‌های دادبان، شماری از ماموران نیروی انتظامی چهارباغ به همراه رئیس پلیس اداره امنیت این شهرستان به بهانه اجرای حکم قضایی در پرونده‌ای که صادق زارعی در آن تفهیم اتهام نشده بود، به محل سکونت او در شهرستان نظرآباد رفتند که خارج از حوزه قضایی مربوطه بوده است. در این گزارش عنوان شده که با وجود اینکه علاوه بر رئیس پلیس امنیت چهارباغ، دست کم 7 مأمور دیگر در صحنه حاضر بودند و به راحتی می توانستند صادق زارعی را بدون استفاده از اسلحه بازداشت کنند، اما به محض ورود ماموران رئیس پلیس اداره امنیت چهارباغ با مشاهده صادق زارعی بدون دلیل اقدام به کشیدن اسلحه و تیراندازی از فاصله بسیار نزدیک به سمت سر او کرده که سبب اصابت گلوله به گردن او شده است. این در حالی است که در گزارش ذکر شده که صادق زارعی نه اسلحه‌ای داشته و نه اساساً هنگام مشاهده ماموران اقدام به فرار یا مقاومت کرده است. با این حال، این مقام ارشد انتظامی بعد از اصابت گلوله و بر زمین افتادن صادق زارعی، علاوه بر شلیک 2 گلوله دیگر، اقدام به ضرب و شتم او کرده و این جوان را با زور و خشونت شدید از ساختمان خارج می‌کند. بنا به این گزارش، صادق زارعی بعد از چندین ساعت به بیمارستان منتقل شده و در نتیجه جراحت‌های شدید ناشی از اصابت گلوله و قطع نخاع بعد از 10 روز در 15 مرداد در بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 2 شهروند بهایی ساکن رشت به نام‌های شیبا کاشانی نژاد و مژگان صمیمی را به حبس، پرداخت جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت به ریاست مهدی راسخی، این 2 شهروند را به 2 سال و 1 روز حبس، پرداخت 80,010,000 تومان جریمه نقدی و 5 سال و 1 روز محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده که شیبا کاشانی نژاد، مدرس پیانو و مژگان صمیمی، به فعالیت آموزشی و تبلیغ امور مرتبط با آیین بهایی متهم شده و حکم آنها روز 27 مرداد ابلاغ شده است. یک ورزشکار معروف ایرانی اهل تبریز که با پرچم ترکیه در بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس قهرمان 2x100 متر شده بود، مدال طلای خود را از دست داد و از شرکت در رویداد دیگری در این بازی‌ها منع شد. سجاد هاشمی که یکی از سریع‌ترین مردان ایران بود و این کشور را در المپیک‌های لندن 2012 و ریو 2016 نمایندگی کرده بود، رکورد ایران را در 400 متر و 200 متر در اختیار داشت. به آخرین بار در سال 2021 برای ایران مسابقه داد و بعد از آن شهروندی ترکیه را به دست آورد و نام خود را به سرکان یلدرم تغییر داد. یلدرم در اولین حضور خود در رقابت‌های پارالمپیک رکورد جهانی 100 متر کلاس T12 را با زمان 10.53 ثانیه شکست، اما در تاریخ 4
4 سپتامبر اتحادیه جهانی پارادو و میدانی اعلام کرد که وی از مسابقات محروم شده و مدال طلای او هم باطل خواهد شد. این محرومیت به دلیل یک مشکل فنی در پی حکمی از دادگاه منطقه‌ای بن آلمان بود که به او اجازه داده بود در پاریس مسابقه بدهد. اتحادیه پارادو و میدانی به این حکم اعتراض کرد، اما در فاصله بررسی این درخواست تجدید نظر، ورزشکار ترک ایرانی تبار که با عنوان کمبینا در پارالمپیک مسابقه داده بود به مقام قهرمانی رسید. در نهایت دادگاه عالی حکم اولیه را لغو کرد و یلدریم بلافاصله از مسابقات کنار گذاشته شد. هنوز جزئیاتی از دلیل لغو این حکم منتشر نشده است. برخی رسانه‌های ایرانی درستی اختلال بینایی یلدریم و صلاحیت او را برای شرکت در پارالمپیک زیر سوال برده بودند. کمیته ملی پارالمپیک ترکیه گفته است که از حق ضایع شده ورزشکار خود دفاع می کند. رانتون اشمان در لسته توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که در تیراندازی در دبیرستان آپالاچی در ایالت جورجیا آمریکا دست کم 4 تن کشته و 9 تن مجروح شدند. یک فرد در این رابطه دستگیر شده است. پلیس محلی گفته است که در این حمله شریرانه چندین تن هم زخمی شدند. این مدرسه در 72 کیلومتری شمال شرق مرکز ایالت جورجیا یعنی آتلانتا واقع شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی، دو منبع امنیتی مصر و یک مقام آگاه دیگر گزارش داد که کاخ سفید تلاش می‌کند در روزهای آینده پیشنهاد جدیدی را برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های در دست حماس ارائه بدهد. به گفته مقامات آمریکایی، پیشنهاد جدید با هدف حل اختلافات عمده است که مذاکرات چند ماه گذشته اسرائیل و حماس را با بن‌بست مواجه کرده است. یکی از مقامات دولت آمریکا که نام او در این گزارش فاش نشده، به رویترز گفت که کشته شدن 6 گروگانی که حماس در اختیار داشت و اجساد آنها اخیراً به اسرائیل بازگردانده شد، دستیابی به آتش‌بس را پیچیده کرده است. او گفت همه ما فوریت را احساس می‌کنیم. به تأکید کرد که ویلیام برنز رئیس سازمان سیا و مذاکره کننده ارشد ایالات متحده، سرپرستی گروه کوچکی از مقامات ارشد آمریکایی شامل برت مک‌گورک هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را بر عهده دارد که روی پیشنویس این توافق کار می‌کنند. این مقام آمریکایی همچنین به رویترز گفت که یک باور بسیار قوی در میان مذاکره کنندگان وجود دارد که امکان رسیدن به آتش بس در حال از بین رفتن است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 5 سپتامبر گفت که چین، هند و برزیل می توانند در مذاکرات صلح این کشور با اوکراین میانجیگری کنند. او که برای شرکت در نهمی مجمع اقتصادی شرق در شهر ولادیوستوک روسیه به سر می برد گفت که
مسکو مذاکره با کیف را رد نکرده، اما این مذاکرات باید بر اساس توافقنامه‌های مستند باشند. پوتین گفت توافق اولیه‌ای که میان مذاکره کنندگان روسیه و اوکراین در هفته‌های نخست جنگ در مذاکرات استانبول حاصل شد و هرگز اجرا نشد، می‌تواند مبنایی برای مذاکرات احتمالی در آینده باشد. پلیس مونیخ روز پنجشنبه اعلام کرد که به یک فرد مظنون در منطقه کارولینن پلاتس تیراندازی کرده و وی را از پای درآورده است. این محل در نزدیکی کنسولگری اسرائیل و یک موزه مرتبط با تاریخ نازی‌ها قرار دارد. ساعتی بعد سخنگوی پلیس مونیخ گفت مرد مسلحی که در نزدیکی کنسولگری اسرائیل در مونیخ توسط پلیس کشته شد، یک جوان 18 ساله اتریشی و ساکن همین کشور بوده است. رسانه‌های اسرائیلی مهاجم را یک مسلمان بوسنیایی تبار معرفی کردند که در نزدیکی شهر سالزبورگ اتریش زندگی می‌کرد. وبسایت اشپیگل و رسانه‌های اتریشی بدون اشاره به مذهب و اصلیت این مهاجم نوشتند که او سال گذشته بابت پخش تبلیغات گروه داعش بازجویی شده بود، اما پرونده علیه او مختومه اعلام شد. به ساخرسوگ رئیس جمهوری اسرائیل در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که با فرانک والتر شتاینمایر همتای آلمانی خود گفتگو کرده است. او با تروریستی خواندن این حمله و تیراندازی روز پنجشنبه نوشت ما با هم و با قدرت در مقابل ترور می‌ایستیم و پیروز خواهیم شد. دو ماه بعد از اعلام انحلال مجلس، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه میشل بارنیا را به طور رسمی به عنوان نخست وزیر این کشور معرفی کرد. بارنیا پیش از این در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی سابقه وزارت در دولت‌های فرانسه را داشت. وی همچنین جزو مذاکره کنندگان اصلی برگزیت درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. این اقدام ماکرون بعد از گذشت دو ماه از اعلام انحلال پارلمان و 50 روز از استعفای نخست وزیر فرانسه صورت می‌گیرد. وبسایت خبری پولیتیکو از باج 3 میلیون دلاری ایران به هکرهایی که در بزرگترین عملیات باج‌خواهی هکرها در ایران اطلاعات 20 بانک را هک کردند خبر داده است. پولیتیکو به نقل از منابع خود خبر داده که مؤسسه توسن حداقل 3 میلیون دلار باج به هکرهای گروه IRLeaks پرداخت کرده تا مانع از ادامه انتشار اطلاعات مالی بانک‌های ایران توسط آنها شود. گفته شده که همین گروه مسئول هک سایر مؤسسه‌های مالی و اقتصادی ایران به قصد باج گرفتن بوده است. گروه هکری IRLeaks تهدید کرده بود که در صورت عدم پرداخت 10 میلیون دلار به صورت رمز ارز، اطلاعات میلیون‌ها کاربر ایرانی را در دارک وب در معرض فروش قرار خواهد داد، اما سرانجام با دریافت 3 میلیون دلار موافقت کرده است. به نوشته پولیتیکو، مقامات ایران از بیم آنکه نظام مالی این کشور که در حال حاضر با تحریم‌های بین‌المللی متزلزل است، با خسارت بیشتری مواجه شود، با پرداخت باج موافقت کردند. وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا ضمن اشاره به تلاش‌های تهاجمی ایران برای اثرگذاری بر انتخابات آتی در این کشور هشدار داد که ایالات متحده این گونه اقدامات از طرف حکومت‌های خودکامه را تحمل نمی‌کند. دادستان کل آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که برای اثرگذاری بر کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا به طرز فزاینده‌ای به تلاش‌های تهاجمی دست داده است. مریک گارلند روز چهارشنبه گفت که فعالیت‌های تهاجمی فزاینده ایران در دوره اخیر شامل اقدامات این کشور برای به خطر انداختن کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و اثرگذاری بر نتیجه انتخاباتی است که تهران آن را خلاف منافع خود می‌داند. به یادآوری کرد که نهادهای اطلاعاتی آمریکا هم دو هفته پیش نسبت به تلاش‌های ایران برای اثرگذاری بر انتخابات جاری آمریکا هشدار داده بودند. برنامه‌نگارش من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent.
818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درک دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال می‌کنیم. امارات متحده عربی که یکی از کشورهای نفتی ثروتمند جهان است، از تکمیل کار ساخت نخست نیروگاه هسته‌ای جهان عرب خبر داد و آن را گامی مهم توصیف کرد. شرکت ملی انرژی هسته‌ای امارات روز پنجشنبه 5 سپتامبر در بیانیه اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی بعد از آغاز به کار چهارمین و آخرین راکتورش سالانه 40 تراوات ساعت برق تولید خواهد کرد. نیروگاه براکه 25% از نیازهای برق این کشور گرم و بیابانی را که در آن استفاده از سیستم‌های تهویه مطبوع بسیار رایج است تأمین خواهد کرد. این مقدار تقریبا معادل مصرف سالانه برق نیوزیلند است. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا به زودی توافقنامه کنوانسیون هوش مصنوعی شورای اروپا را امضا خواهند کرد. این نخستین معاهده بین‌المللی حقوقی الزام‌آور در مورد استانداردهای هوش مصنوعی خواهد بود. این کنوانسیون بیش از 2 سال پیش توسط بیش از 50 کشور از جمله کانادا، ژاپن و استرالیا و همچنین اسرائیل تدوین شده است. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مستلزم مقررات جامعی در مورد توسعه، استقرار و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی در بازار داخلی اتحادیه اروپا است. کنوانسیون هوش مصنوعی عمدتاً بر حمایت از حقوق بشر افراد متأثر از سیستم‌های هوش مصنوعی متمرکز است و جدا از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا است که ماه گذشته لازم الاجرا شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم به تازگی به اتفاق آرا اولین قطعنامه جهانی در مورد هوش مصنوعی را تصویب کرده بود. هدف از این قطعنامه غیر الزام‌آور تشویق به حفاظت از داده‌های شخصی، نظارت بر خطرات ناشی از پیشرفت هوش مصنوعی و حفظ حقوق بشر اعلام شد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.